درود بر شما. 12 فروردین ماه 1401 خورشیدی و 1 آوریل 2022 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در یمن. پرده آخر هم خواهیم داشت طبق روال هر هفته آخر برنامه. خب برگردیم بیایم در دنیای سیاست تأسف بار امروز. همه چیز تأسف بار امروز. در پیمان با حمله حوثی ها به ویران کردن تأسفات نفتی عربستان سعودی، یک بار در شهریور 1398 حوثی ها که در واقع از طرف جمهوری اسلامی ایران حمایت میشن با 20 موشک کروز تأسیسات آرامکو تأسفات نفتی عربستان رو زدن. صدور نفت عربستان بلافاصله اون موقع به نصف رسید. فوری میلیاردها دلار خرج شد تا تعمیرات انجام بشه و قیمتها برگرده به سطح سابق. این بار هفته گذشته حمله مخربتری علیه تأسیسات آرامکو در عربستان سعودی شد. تأسیسات آرامکو در جده تقریبا از کار افتاد. در مناطق دیگه هم ضربه سنگینی خورد. بعد از 3 روز عربستان اعلام کرد که آتش سوزی کاملا مهار شده. منتها قیمت نفت بلافاصله از 20 دلار تا 40 دلار در هر بشکه رفت بالا. شد 140 دلار، بالای 140 دلار در هر بشکه. بلافاصله بعد از اون حمله. وقتی قیمت نفت میره بالا، قیمت بنزین و گازوئیل و سوخت اصولا میره بالا. یعنی قیمت حمل و نقل قبل از هر چیزی میره بالا. یعنی قیمت مواد خوراکی و به طور کلی مصرفی مردم هم به دلیل بالا رفتن قیمت حمل و نقل گرونتر میشه. یعنی معیشت مردم ضربه میخوره. یعنی نان مردم کوچکتر میشه. اون بحث دیگری است که منافع نمیدونم سرمایه داران کلان و این داستان. این واقعیتی است که بر زندگی مردم میذاره این قضیه. آرامکو بعد جمهوری اسلامی ببینید خوشحالی میکنه. آرامکو در آتش و دود، شعله ها تا پایان محاصره یمن خاموش نمیشود. در خدمت آقای حسن دایی هستیم، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل جمهوری اسلامی ایران. آقای دایی خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. ببینید هیچ وقت من فکر نمیکنم که به طور جامع صحبت شده باشه که حوتی از کجا آمدند، کی آمدند، چقدر قدرت دارند در یمن که این آشوب دارند تو منطقه ایجاد میکنند و قدرتشون از کجا میگیرند. ما بگوشیم. عرض کنم که قبل از ورود به بحث یمن یه نکته رو من بگم، چون ممکن بحثا سیاسی باشه. مثل جریانات سوریه، واقعا فاجعه ای که در سوریه بود که 500,000 نفر مردم سلاخی شدن، کشته شدن و جمهوری اسلامی سهم عمده‌ای داشت، در یمن این فاجعه به صورت آرام آرام در ابعاد بدتر، میلیون ها نفر در حال قحطی و مرگ هستند و من تردید ندارم که جمهوری اسلامی به صورت مقصر اصلی در این داستان و این بنبست و این بحران هست. حالا داستان یمن چیه واقعا؟ جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ برای اینکه گیج نشیم و خیلی ساده و سریع بگم، یک دو سه میکنن. یکی خود تحولات داخل یمن تاریخی، دوم تحولات منطقه چه تأثیر روش گذاشته، سوم نقش جمهوری اسلامی چه. ببینید تو خود یمن یکیش رو اگه بگیم، واقعش اینه که تو خود یمن زیدی ها یه اقلیت حدود 35-40% که یه نوع شیعیان حساب میشن، حالا که از امام به جای امام باقر میگن زید پسر امام علی امام ما هست. 1000 سال هم حدودا حکومت میکردن به یمن تا اینکه 1962 حکومتشون تعطیل شد. این اقلیت که یه نوع بسا شیعه هستن و بسیار واپسگران، با دولت مرکزی که علی عبدالله صالح بود می جنگیدن، هم سالهای مختلف می جنگیدن. تو یمن هم همیشه اختلافات قومی و نامینا همیشه بوده. این بنابراین نباید گیج بشیم، ولی به طور کلی این جنبشی که میگه حرکت حوثی ها که به انصار الله، این بیشتر زیدی هاست، چون رهبرانشون اون موقع مثلا حسین حوثی، حسین بدرالدین حوثی بود که کشته شد روز 20 سال پیش، 18 سال پیش. الان هم که عبدالملک فامیلی اینها حوثیه و خب اون بخش حوثیان با اینا هستن به حوثی ها معروفه، ولی بیشتر زیدی ها هستن که بیشتر شمال غربی و منطقه سعده
یمن هستن، اقلیت هم هستن، اینا می جنگیدن با دولت، درست؟ بسیار واپسگران. یعنی من حتی گزارشات خود حکومت تو جمهوری اسلامی نگاه میکردم که یکی از امامان اینا زمان جنگ جهانی دوم طرفدار هیتلر بوده و میگه اون بابایی که داره دفاع میکنه که اینا معتقدن هیتلر اومده که انتقام مسلمان ها رو از بریتانیا و یهودی ها بگیره. یعنی شما ببینید چه آدمایی هستن. همین الان شما اگه برید تو یمن، همین انصار الله و همین زیدی ها رو دیوار بزرگ نوشتن مرگ موت بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، لعنت به یهودیان. یعنی یه همچین موجودات این داخلش. بنابراین دوم تاثیرات منطقه است. بعد از سال 80 که آمریکا کمک کردین به اصطلاح مسلمانایی که اسمش گذاشتن مجاهدین افغان و اینا آوردن، همه کشورهای اسلامی که بجنگن با شوروی در پاکستان و افغانستان بودن، و بعد انقلاب ایران، این به اصطلاح اسلام رادیکال واپسگرا چه سنیش چه شیعش این روش کرد، طبیعتا تو یمن هم تاثیر گذاشت. اینا شدن یه دفعه ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی. یعنی بسیار عالی گیر کردیم. نمیدونم اسکایپ آقای دایی گیر کرد یا اینکه یا از این طرف. ببینین من فقط اشاره بکنم یه نکته رو که آقای دایی فرمودن، اونم در مورد زیدی هاست در یمن. آقای دایی فرمودن که الان کمتر از 50% جمعیت یمن هستند، اینا شیعه های زیدیه بهشون میگن. اینها شاید کمتر کسی بداند که خودشونو پیروان فرزند یعنی ابراهیم ابن حسین میدونن که قرن سوم هجری حکومت رو در این منطقه در واقع شبه جزیره عربستان، این قسمتش در یمن حکومت رو میدونه، قدمت بسیار زیادی داره یمن، حکومت رو در اونجا به دست میگیرن. 10 قرن حداقل 10 قرن زیدیه در یمن حکومت میکرده و اینکه ما تصور میکنیم که میکردیم یا میکنیم که اولین حکومت شیعی مثلا در ایران در جهان، در جهان مثلا صفویه بوده، بعدن میرسه به جمهوری اسلامی، در دنیای معاصر جمهوری اسلامی است، اینطور نیست، زیدیه بوده. و البته شیعه 12 امامی، بله، این فرقه های متفاوتی که خودشون دارن، جمهوری اسلامی اولین حکومت شیعه است، 12 امامی. ولی شیعه های زیدیه میگن دیگه، شیعه های زیدی، زیدی هم شیعه هستن، 10 قرن در یمن حکومت میکردن. بعد خب دنیای معاصر اومد کاسه کوزه‌شون رو به هم ریخته از زمان جنگ های جهانی و اینها. خب آقای دایی رو ما متاسفانه تلفنی داریم. آقای دایی به هر حال بگوشیم شما را، یا در هم در گفتار هم در شنیدار. جونم بفرمایید. بله ببخشید، اینجا طوفان بود، برقا رفت، یه دفعه کامپیوتر قطع شد. عذر می‌خوام. بنابراین فاکتور اول منطقه بود که این واپسگرایی جدید، این به اصطلاح اسلام جهادی ضد آمریکایی و ضد اسرائیل اینا در منطقه پیدا شد. بعد از حمله آمریکا به عراق و که دست جمهوری اسلامی هم باز شد، این جریانات در یمن بسیار تقویت شد و همین بود که به اصطلاح همین پدر این عبدالمالک، یعنی همین عبدالمالک حوثی، پدر همین رهبر کنونی این حوثی ها یا انصار الله، اومد یه جریانی داشتن به نام الحق و بعد پسر بزرگش، هر دو اینها به ایران میرفتن با سپاه قدس رابطه داشتن، اینها اومدن این جریان رو در یمن تقویت کردن، با دولت مرکزی شروع کردن به جنگیدن. اینا وقتی می جنگیدن در سال 2004، این حسین یعنی همین پسر بزرگه، برادر بزرگه، یعنی همین عبدالمالک رهبر کنونی کشته شد. از اون به بعد عبدالمالک رهبر شد ولی قوی نبودن، اینا حمایت میکرد ولی زیاد جدی نمیگرد، تا این که سال 2011 که بهار عربی شروع شد و در یمن مردم به خیابانها ریختن، واقعا صدها هزار نفر تقاضای دموکراسی داشتن، ولی چون هیچ تشکیلات و سازمانی نبود، این به اصطلاح سناریو کلاسیکه. اینها اومد همین به اصطلاح گروه
همین حوثی ها یا عبدالمالک، اینها اومدن با کمک سپاه قدس به جریان اصلی تبدیل شدن، چون سازماندهی داشتن، حمایت مالی داشتن، حمایت تسلیحاتی داشتن و اینا به جریان اصلی در این به اصطلاح حرکت ضد دولتی که منجر به سرنگونی علی عبدالله صالح بود به اصطلاح تبدیل شدن. آی دایی، اینها سازماندهی داشتن، پول داشتن، اسلحه داشتن، از کجا داشتن؟ جمهوری اسلامی. یعنی قبل از سرنگونی علی عبدالله صالح رئیس جمهور قانونی یمن در واقع اینها از جمهوری اسلامی حمایت گرفتند و از نیروی قدس سپاه حمایت گرفتند. چه سالی علی عبدالله صالح برکنار شد؟ علی عبدالله صالح 2011 برکنار شد. 2011 بعد جانشینش اومد، هادی منصور اومد به اصطلاح قدرت رو گرفت، ولی اینها به نیروی اصلی تبدیل شدند. ولی هنوز یک کتاز نبوده، ولی سپاه قدس اینا هم کمک میکرد. درست الگویی که در چه در حزب الله لبنان چه در هشت شبی بود، یعنی یه رهبری ایدئولوژی که وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه قدس، بقیه هم نیروهایی که به استخدام میکردن یا این طرف آن طرف جمع کرده بودن، اینا تونستن در فقدان دیگر گروه ها و دیگر تشکیلات به نیروی اصلی در یمن تبدیل بشن و اومدن 2014 کل پایتخت رو گرفتن، صنعا رو تبدیل به نیروی اصلی شدن. یعنی واقعا یه سناریویی که همه جا هست، در فقدان دیگر نیروها، چه لبنان باشه چه جاهای دیگه، اینها با زور با یه اقلیتی با کمک به سپاه قدس اومدن قدرت رو گرفتن. آی دایی، یعنی بذارین همینجا یه پرانتز کوتاه، یعنی دوره علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن سرکوب احزاب، گروه‌ها، نشریات اعتراضی، روشنفکران یمنی انقدر بود که فقط این اسلامی، یعنی چیزی که ما در بهمن 57 هم تجربه کردیم، فقط اسلامی‌ها بودن. خاورمیانه واقعش اینه که الان به یه نوعی مثلا در تونس، مراکش یا در حدی الان در عراق، بخش قسمت‌های لبنان، بخش‌های اینها دموکراسی بی تا اندازه بوده، ولی همیشه این بوده که در این کشورهای دیکتاتوری بوده، واقعا همه قدرت دستش بوده، هیچ آزادی نبوده. به محضی هم که نارامی می شده، یه خلایی می شده، نیروهای بنیادگرا که تشکیلات داشتن، حمایت داشتن، اینها می اومدن می بردن. مثل یادمونه دیگه، مردم عادی اومدن در میدان التحریر، جوانان آزادی می خواستن. چه کسی برنده شد؟ اخوان المسلمین. برای اینکه این دیکتاتوری مثل حسنی مبارک یا بقیه این دیکتاتورها، اینا به بهانه ای که آخ اگه ما باشیم، اگه ما نباشیم، کمونیستا اونم اسلام گرایا میان دیکتاتوری میکنن. ولی نیروهای اسلام گرا با کمک مسجد و تشکیلات سنتی که دارن، تنها تشکیلاتن. همونطور که در انقلاب ایران اتفاق افتاد، در یمن هم واقعا همینطوری بوده و الان از 2014 تا کنون اینا خب بخشای مهمی رو دارن و قدرت اصلی هستن. آی دایی، چند درصد از یمن دست حوتی هاست و تعدادشون چقدر حدودن؟ ببینید تعدادشون متفاوت، خودشون تنها نیستن. اینا وقتی 2014 اومدن پایتخت رو گرفتن، خب بخشی از ارتش وفاداران علی عبدالله صالح حتی به اینا پیوستن و اینها. خودشون اون خالص که اگه بگیم اسمشون هم از 2014 بعد گذاشتن انصار الله، حالا به حوثی ها معروفن ولی بیشتر اینا زیدی ها هستن، ولی انصار الله که وابسته کامل به سپاه قدسه، اینها صحبت هایی که حد گزارش های مختلف چند هزار نفر اینا نیروی اصلی دارن، تا 10,000 نفر هم من شنیدم، یعنی حد اکثر. آقای دایی معذرت میخوام، زیدیه رو شما فرمودین که طرفداران یعنی شیعیان زیدی در یمن فرمودین 40 و چند درصد جمعیت یمن هم درسته؟ 35% تا 40% تا 40%. خب این 40% جمعیت یمن، آیا فکر میکنید که اینها در واقع زیر چتر، یعنی به نام انصار الله زیر چتر انصار الله هستند و نه خیر همشون خیر؟ نه خیر، اینطور نیست، نه به هیچ وجه اینطور نیست. ببینید مثل حزب الله لبنان که فکر میکنیم همه شیعیان لبنان طرفدار حزب الله، خود شیعیان در لبنان اقلیتن، خودش تو خود شیعیان هم عمل رو داریم، حزب الله رو داریم. حزب الله 14 تا از کرسی پارلمان رو داره از 120 تا.
ولی با زور و حمایت و پول و اینها قدرت رو داره. این که چقدر آقای فلاحتی چه مناطق دستشونه، در حقیقت اینا شمال غربی و بخشی از غرب یمن دستشونه، اهمیت زیادی هم داره. اولا خب در اونجا میشه شمال یمن میشه جنوب عربستان، خب این دستشونه. بعد غرب به بخصوص بندر حدیده که لب دریای سرخه، یعنی آبراه بسیار مهم بین‌المللی، اینا اونجا هستن. ولی نیروهای دیگه که هستن، یکی نیروهای به اصطلاح منصور که اینها تحت حمایت عربستان و امارات هستن، یکی خب یعنی میشه تقسیم کرد به چهار. یکی بگیم زیدی های انصارالله هستن، انصارالله توسط جمهوری اسلامی یا حوثی ها هر اسم بذاریم روش، حوثی ها هستن. یکی عربستان و حمایتی که از دولت منصور میکنه. بعد یکی اماراته که هم خودش حمایت میکنه همین دولت، هم در یه بخشای هم خودش شورای انتقالی تشکیل داده، یعنی اختلاف عربستان و امارات هم هست. القاعده هم هست. این چهار تا، یعنی امارات، القاعده، عربستان، همین به اصطلاح انصار الله، اینا در اونجا هستن. شمال غرب و بخشی از غرب هم در اختیار این. آقای دایی، پایتخت موقت دولت رسمی قانونی یمن شهر عدن الان که نزدیک به تنگه باب المندبه و پایتخت حوثی ها شهر صنعا است. در واقع صنعا پایتخت اصلی بود که حوثی ها گرفتند و شهر عدن به طور موقت پایتخت هست. این هر دو نزدیک به تنگه باب المندبه. ببینید فرصت خیلی خیلی کوتاهی داریم، خیلی کوتاه. در یک جمله بگین اهمیت یمن و این تنگه باب المندب برای جمهوری اسلامی و عربستان چیست؟ به اصطلاح از قدیم میخواسته دریای سرخ و تنگه باب المندب برای باجگیری از کل دنیا، تهدید و باجگیری. دوم در جنوب عربستان، از عربستان میتونه باجگیری کنه. سوم مهمترین راه مواصلاتی و ارسال اسلحه از طریق سودان و مصر به نوار غزه است، بسیار براش مهمه. و بعدم الان مسئله جدیدی که پیدا شده اینه که میخواد با کمک همین انصار الله و اینا یه چیزی مثل حزب الله باشه که بتونه از اینها برای عملیات تروریستی در خود یمن، داخل در منطقه و در جهان استفاده کنه. یعنی سپاسگزارم که آرام آرام داره از حزب الله به حزب الله دو میرسیم. ما هم حزب الله رو داریم، هم حزب الله دو که همین انصار الله هستن. سپاسگزارم آقای حسن دایی که در برنامه شرکت کرد. بریم پرده آخر. از استاد محمدی سوال کنین سن حاضر شدن افراد در بهشت چه مقداره؟ فرزندی که در 8 سالگی از دنیا رفته در بهشت چند سالش؟ در بهشت همه بر حسب اون چی که در روایت داریم سنشون سن 33 سالگی است. یعنی اوج جوانی، اون در واقع آخرین حدی که انسان دیگه در همه استعدادهاش از لحاظ جسمانی به اوج میرسه 33 سالگی. و به همین دلیل هم درک اون لذت ها قابل قیاس با اینجا نیست. اینجا تا انقدر انسان بچه هست از خیلی از لذت ها محرومه. وقتی هم که اون لذت ها رو میفهمه بلافاصله بعدش فرسوده میشه و از خودم که همه اون خواست هاش روز به روز ضعیفتر میشه، باز دوباره میشه مثل اون بچگی. اما اونجا نه قبل از دوران جوانی اونجا وجود داره، نه بعد از دوران جوانی، همش در همون عنفوان جوانی است که سن 33 سالگی باشه. بله، شب و روزگار خوش.